سلام و درود به همه هموطنان عزیز و بینندگان گرامی ارتباط مستقیم. همونطور که در جریان هستید، چند روز گذشته یک حمله تروریستی نسبت به آقای علی خوبیدال کوادراس صورت گرفت. آرزوی بهبودی هرچه سریعتر ایشون رو داریم و میدونم که همگی ما در کنار آقای خانواده آقای ویدال کوادراس، این سیاستمدار آزاده هستیم و باهاشون همگام و همراهیم. به خاطر حمایت بی‌شائبه پروفسور ویدال کوادراس از مردم و مقامات ایران در تمامی فراز و نشیب‌هایی که نزدیک به ربع قرن گذشته داشتند، رژیم ایران او را در لیست تروریستی خودش قرار داده بود. حمله تروریستی به آقای ویدال کوادراس با سیل محکومیت نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف، همطور مقامات کشور اسپانیا و بسیاری از دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی که سالیان اونو می‌شناسند مواجه شده و همچنان ادامه داره. دادگاه محاکمه حمید نوری به عنوان یکی از دست اندرکاران قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 در 2.5 سال در نزدیک به 110 جلسه برگزار شد و همزمان شاهد حضور گسترده و بیوقفه خانواده قتل عام شدگان و اشرف نشانان در مقابل دادگاه بودیم که خواستار مجازات این دشخیم بودند. روز هفته آبان برابر با 8 نوامبر این دادگاه به پایان کار خود رسید و اعلام کرد که حکم خودش را در تاریخ 19 دسامبر 2023 یعنی 28 آذر 1402 اعلام خواهد کرد. طبعا برگزاری این دادگاه و پروسه‌ای که در اون طی شد از جهات مختلفی قابل بررسیه و در واقع یک محاکمه تاریخی هست نسبت به گوشه‌ای از بزرگترین جنایتی که توسط رژیم ایران صورت گرفته. اما ما در برنامه ارتباط مستقیم این هفته می‌خوایم ببینیم بعد از برگزاری چنین دادگاهی جنبش دادخواهی الان چه جایگاهی داره، به خصوص به لحاظ حقوقی، و همینطور ببینیم موضوع اصلی دادگاه استیناف چی بوده و آیا در پروسه دادگاه استیناف به نتایجی که از اون میخواستن دست بیارن رسیدند یا نه. مهمان برنامه این هفته ارتباط مستقیم ما آقای دکتر صنوبرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت هستند. سلام میکنم آقای زاهدی و تشکر که در برنامه ارتباط مستقیم شرکت دارید. خواهش میکنم. منم خدمتتون سلام عرض میکنم و خدمت همه هموطنان عزیز، بینندگان سیمای آزادی و به خصوص از ادب و سلام و خسته نباشید دارم به اعضای قهرمان کانون‌های شورشی در سراسر کشور و در خدمتتون هستم برای بحث. بله آقای زاهدی، اگر موافق باشید از اول از همه خواستم ازتون سوال کنم که بعد از همه این فراز و نشیب‌هایی که در این دادگاه طی شد، 2.5 سال، خب زمان کمی نیست، الان به نظر خودتون جنبش دادخواهی در چه نقطه‌ای هست نسبت به قبل؟ به طور خاص هم از در واقع موضع حقوقی جایگاهش کجاست؟ بله، عرض شدم شما که البته تفکیک مسئله حقوقی و مسئله سیاسی در کارزار دادخواهی خب بسیار دشواره، برای اینکه واقعیت این هست که همونجور که قبلا هم گفته شده، خانم رجبی هم گفته بودن، کارزار دادخواهی کارزار سرنگونیه و بنابراین باید به این چشم بهش نگاه کرد. اما من فکر میکنم این صحنه، یعنی همین دادگاه، همین دشخیم که در سوئد جریان داشت مدت تقریبا 2.5 سال، دو تا دادگاه در واقع، دادگاه بعدی و دادگاه استیناف، البته خب این کارزار به نوعی از آغاز دستگیری اون شروع شده بود که الان 4 سال ازش میگذره. در این مدت حقایقی به نظرم روشن شده بیشتر از قبل که این حقایق بسیار مهمه، از جمله این که من فکر میکنم به نوعی مسئله قتل عام به عنوان یک جنایت بزرگ هم جهانی شد از یک طرف، یعنی به هر حال رژیم آخوندی شخص خمینی و بعدم جانشینانش با تمام قوا تلاششون برای این بود که این رو بپوشونن، روش سرپوش بگذارن و به قول خودشون نوع این رو مرز سرخ کرده بودن که اخبار این به بیرون درز بکنه و تا حد بسیار زیادی موفق شده بودن. در این جریان در واقع دنیا بیش از قبل، بسیار بیش از قبل
با مجموعه فعالیت‌هایی که طی این 4 سال شد به این جنایت بزرگی که در واقع یکی از بزرگترین جنایت‌های قرن 20 بوده واقف شد در تمام دنیا، در مطبوعات، رادیو، تلویزیون‌ها، و در این حال فکر می‌کنم بودی که بسیار بسیار مهمه این هست که این مسئله به لحاظ اجتماعی به درون خانه‌های مردم ایران هم رفت و خب همجور گفتم رژیم تلاش کرده بود که بپوشونه، ولی مطلع شدن که چنین واقعه بزرگی اتفاق افتاده. فرزندان در واقع شریفترین، پاکترین و ارزشمندترین فرزندان ایران زمین در مقیاس 10,000 نفر توسط خمینی و سرنمدار رژیمش در واقع در اون جریان قتل عام شده بودن. این به گوش و به هوش مردم ایران هم رسید. در این حال من فکر میکنم که در جریان این دادگاه، هرچند که کسی که موضوع و سوژه این محاکمه بود، خب همین نوری وضعیتش مشخصه که جایگاهش کجا بوده در سلسله مراتب جنایت، یک مهره اجرایی و در هر حال تصمیم گیرنده نبوده، یعنی مهره مثلا درجه 2 یا درجه 3 اگه بخوام خیلی بهش پوان بدیم میشه درجه 2 در سلسله مراتب این جنایت بوده و بنابراین ده ها نفر از کسانی که درجه 1 این جنایت تشکیل میدادن بالاتر از این بودن و هستن. با این وجود از مجرای این محاکمه مشخص شد که چه کسانی در این جنایت دست داشتن، هرچند باز این جنایت محدود بود به یک زندان، اساسا به زندان گوهردشت، در واقع زندان دوم استان مرکز، استان شهر تهران که در واقع در حومه و در منطقه کرج واقع شده بود. ولی به هر حال نفس این که این همه شهادت، این همه اسناد، اون همه مدارک و اون همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، تظاهرات، همه اینها مشخص کرد که در واقع عاملان این جنایت کیا بودن. یعنی مثلا فرض کنید شخص رئیسی که خب در جریان انتخاباتی که در دور دوم در واقع انتخابات با روحانی در رقابت بود، خب یه مقدار در داخل ایران مطرح شد، ولی در این فاصله با مطرح شدن به جد اعضای هیئت مرگ زندان گوهردشت و زندان اوین که در واقع یه هیئت بودن، خب نام رئیسی که الان در واقع نفر دوم به نوعی در به اصطلاح در پروتکل نفر دوم رژیم آخونده هست، خب همه جا مطرح شد به عنوان کسی که دست اندر کار مستقیم این جنایت بوده و جزو عوامل درجه اولی که من عرض کردم. یکی دیگه از به اصطلاح فوایدی که یا یکی از آثاری که این محاکمه داشت این هم بود. بنابراین البته اسامی حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، بعد مصطفی پور محمدی، اسماعیل شوشتری، آخون اژه‌ای، همه اینا هم باز به نوعی در این دادگاه مطرح شد. بنابراین افراد اصلی دستندرکار جنایت هم اسامیشون رو اومد و سلسله مراتب جنایت هم مطرح شد. بنابراین خود اینها الان همشون سوژن، یعنی اینا در واقع همشون براشون یک پرونده‌ای وجود داره. به همین خاطرم اگر دنبال کرده باشین در روزهای آخر که صحبت این بود که رژیم می‌خواست که در واقع داشت بازی می‌کرد با این دادگاه و می‌خواست که 3 نفر از اینها رو بیاره به عنوان شاهد معرفی کنه، داستان گفت که اگر اینا بیان قبل از ارکای باید وکیل بگیرن. چرا؟ چون که خودشون در واقع به نوعی متهم. منظورم اینه که اینا الان این مسائل روشن شده. در واقع قضاهدی میشه گفت برای اولین بار یک پروژکتوری افتاد روی این کیس با دستگیری دادگاه حمید نوری، برای اولین بار که قدری از این جنایت که رژیم به قول شما میخواست کتمان کنه به طور کامل پرده برداری بشه، اونم در سطح جهانی. بله بله دقیقا میشه این نکته در واقع همینه. به نوعی میشه گفت، هرچند باز محدود، هرچند به اصطلاح ابعاد جنایت و یکی هم خب بالاخره کشش یک دادگاه سوئدی برای اینکه بتونه یک تضاد به این عظمت رو به اصطلاح در ابعاد و در نحتوی لایه‌های رژیم قرون وسطایی که امروز بر ایران حکومت می‌کنه بتونه بشناسه، خب طبعاً کار دشواریه. به همین خاطر با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شد و از پس بعضش هم فی‌الواقع بر نیامد. این حداقل دادگاه بعدی بر نیامد. حالا با دید که دادگاه استیناف چه کار می‌کنه، ولی به هر حال زیادی هم مجبور بودن متمرکز باشن فقط رو زندان گوهردشت، درسته؟ این دیگه به خاطر اینکه حمید نوری در واقع بیشتر دادگاه گوهردشت بوده، زندان گوهردشت بوده در اون دوران قتل عام، بنابراین تلاششون این بود که این کارام بکنن. در واقع با تصمیمات مختلف تلاش کردن که باز هرچی بیشتر محدود بکنن.
از جمله با تعیین اتهام. بالاخره اگر میخواستن که با جسارت وارد این کیس بشن، که خب برخی از حقوقدانها هم، حقوقدانهای برجسته بین‌المللی هم نظر دادن، این جنایتی که صورت گرفته این جنوسایده، در واقع این نسل کشیه. اگر نسل کشی مطرح میشد طبعا ابعاد دیگری پیدا میکرد، ولی اون وقت باید نشون میدادن که مثلا ابعادش چقدر، کجاها بوده، چقدر بوده. در این دادگاه هرچند این مسائل مطرح شد ولی در ابعاد بزرگ مطرح نشد. با وجود این من میخوام بگم که دادگاه حمید نوری همونجور که شما گفتین یک پروژکتور تابون روی این جنایت و تا حدودی ابعاد حالا کیفیتش رو بیان کرد، حالا هرچند کمیتش رو کمتر بیان کرده. و همونجور گفتم به لحاظ اجتماعی در داخل ایران، به لحاظ بیرون‌المللی در خارج ایران، و اینکه این جنا اینایی که بر ایران حکومت میکنن، اینها در واقع همشون نفرات اصلیشون در واقع از شخص خامنه‌ای گرفته تا بقیه سلسله مراتب رژیم، اینها سلسله مراتبی هستن که در واقع در این جنایت دست داشتن، که حالا اگر جنوساید باشه که خب مرتکب چنین جنایت بزرگترین جنایت شدن، که من فکر میکنم در به اصطلاح با مرور زمان در آینده این به کرسی خواهد نشست. در حتی در همین چارچوبی هم که این دادگاه مطرح کرده، جنایت جنگی بالاخره یه جنایت بزرگ بین‌المللی تلقی میشه، همجور که حمید نوری هم به همین دلیل محاکمه و محکوم شده. بله آقای زاهدی، قبل از اینکه بپردازیم به دادگاه استیناف که توضیح هم دادم ابتدا که ما میخواییم در واقع به دادگاه استیناف و آخرین دفاعیات آقای کنت لوئیس بپردازیم، ولی قبل از اون همزمان با این دادگاه و این کارزار حقوقی یک جنگ سیاسی هم در جریان بود که رژیم و ایادیش تلاش میکردن هم حمید نوری رو در ببرن، هم که دست رژیم رو پاک کنن، بگن در این جنایت نبوده، و هم تا به قول نقل به نقل مجاهدین رو محکوم کنن. این داستان چی بود و به کجا رسید؟ حالا من فکر میکنم که این موضوع موضوع بسیار مهمیه که مینیموم شاید یک برنامه اختصاصی نیاز داره برای اینکه ابعادش تا حدودی بیان بشه. همونجوری که کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت یک کتاب در مورد این موضوع قبلا منتشر کرده، کتابای دیگه هم منتشر شده، بنابراین اسناد و مدارک بسیار زیادی و شهادت‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه وجود داره که اینا رو باید عرضه کرد. اما اگر به طور کلی الان بخوام بهش بپردازیم برای اینکه بتونیم اون بحثی که شما گفتید برسیم، میشه گفت که یک به اصطلاح یک پروژه، یک طرح، یک توطئه که رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران تبیه کرده بود، به اصطلاح تدارک دیده بود، و من اگر اشتباه نکنم و فکر میکنم شبیه یا بزرگتر از توطئه‌ای بود که در دهه 70 میلادی، در دهه 90 بخشی، دهه 70 شمسی یعنی 90 میلادی، یک توطئه شبیه این باز رژیم تدارک دیده بود که تلاش میکرد که برگ حقوق بشر رو که علیه خودش مقاومت ایران فعال کرده بود و اون رو در ارگان‌ها و به اصطلاح در مراجع بین‌المللی و تمام سطح جهانی محکوم کرده بود، می‌خواست اینو به نوعی برگردون رو خود مقاومت که بگه مجاهدین خودشون شکنجه میکنن، خودشون میکشن، خود این دستگاه. و خب یه عده مزدور رو هم به کار گرفته بود برای اینکه بتونه این طرح شکست خورد. حالا اینجا در واقع تلاش یا تدارک رژیم این بود که بتونه بزرگترین جنایتی که در تاریخچه حیات ننگینش وجود داره، یعنی قتل عام 30,000 زندانی سیاسی و پروژه عظیم دادخواهی رو که به خصوص بعد از به اصطلاح خروج مجاهدین از عراق و اومدنشون به آلبانی توسط خانم رجوی کلید زده شده بود و همه جا منتشر شده بود و همه در واقع انواع و اقسام فعالیت ها تو این زمینه در سطح جهان داشت شکل می گرفت، میخواست این رو به ترتیبی برگردونه رو سر خود مجاهدین و مقاومت خراب بکنه. توطئه در واقع در این ابعاد و در این عمق بود. خب این توطئه شکست خورد. این توطئه در واقع من میتونم بگم که اگر نه 100%، ولی در واقع در کیفیت خودش در همون دادگاه بدوی شکست خورد. و بنابراین الان به جرئت میتوان گفت که اون چی که اتفاق افتاده، اون چی که به اصطلاح پیش بردیم و تونست مقاومت ایران پیش ببره، رژیم رو به شدت پشیمان کرده که چرا دست به چنین توطئه‌ای زد. اگر بخوایم مقایسه کنیم، شبیه همون توطئه‌ای که در واقع رژیم با داستان اسدالله اسدی و اون مزدورا برده، مزدورای دیگه‌اش، در واقع مزدورای دیگه‌اش می‌خواست انجام بده، می‌خواست که بمب‌گذاری کنه در گردمای بزرگ مقاومت ایران، همچنان که اونجا هم در واقع توطئه برگشت رو سر خود رژیم، اینجا هم البته در ابعاد سیاسی و حقوقی برگشت رو خود رژیم و
همجور که در پاسخ به سوال اولتون گفتم در واقع تبدیل شد به یک نقطه قوت برای مقاومت، برای در واقع همه دادخواهان، برای همه مردم ایران، برای افشای ماهیت رژیم آخوندی، برای نشون دادن ابعاد جنایتکاری این رژیم و اینکه این رژیم واقعا هیچ صلاحیتی، هیچ حقی، هیچ استحقاقی جز سرنگونی نداره و همه دستاندرکاران این رژیم باید به جرم همین به خاطر همین جنایت ها در مقابل دادگاه های حالا یا بین‌المللی یا دادگاه های صالحه در داخل ایران برای سرنگونی رژیم قرار بگیرن. اینا به نظرم به این شکل این شد نتیجه این توطئه‌ای که رژیم کرد. ما ببینیم که الان از خامنه‌ای بپرسیم که چی دستاورد به نظر چیه ارزیابی و قطعاً جنبندیش اینه که اشتباه کردیم که این به این کار دست دادیم. من ارزیابی می هست. متشکرم از شما. آقای برقرار هست با یکی از شاهدان در واقع قتل عام که در این دادگاه هم به عنوان شاهد حضور داشتن، آقای محمود رویایی، که بتونیم صحبت‌هایشون رو بشنویم. سلام می‌کنیم به شما آقای محمود رویایی، یکی از مجاهدینی که در از شاهدین در این دادگاه بودین. ما صدای شما رو نداریم، تصویرتون رو داریم. خب آیا میتونیم صدای آقای رویایی رو داشته باشیم یا اگر که آماده نیست تصاویر رو ببینیم بعد ادامه بدیم؟ شما خوب در این فرصت یه توضیح بدین در مورد آقای رویایی که چند سال زندان بودن. بله، شما آقای محمود رویایی که یکی از در واقع شاکیان این پرونده هست و بوده و فعالانه در واقع در این کیس شرکت داشته و در واقع نوشته‌هاش و شهادتش یکی از اصلی ترین در واقع مدارک و مستندات این کیس هست. فکر می‌کنم که دادستان در آخرین دفاعیش که اسم بیش از اسم گفت که نقش محوری داره در واقع در این پرونده، وکیلش هم همینجور گفت. خب فی واقع نقش جدی داشت، برای اینکه آقای رویایی کتاب آفتابکاران رو نوشته، پنج جلد که تقریبا یک جلدش به طور کامل مربوط به وقایع زندان گوهردر در جریان قتل عام هست و جزئیات بسیاری رو در اونجا بیان کرده، از جمله اینکه اونجا گفته است که نقش مشخص حمید عباسی، همین نوری رو در واقع توی کتابش بیان کرده، کما اینکه اگر اشتباه نکنم نزدیک 20 سال پیش، 22 سال پیش یک مصاحبه‌ای داشته با سیمای مقاومت قبل از اینکه سیمای آزادی حسن شروع بشه، اونجا با جزئیات وقایع روزهای قتل عام رو در اون کریدورهای مرگ، در کریدور مرگ زندان گوهردشت توضیح داده، نقش حمید عباسی رو تو اونها بیان کرده و در واقع شهادتش و بعدم شهادت حضوری خودش در دادگاه، در دادگاه دورس آلبانی، در واقع چیز جدی رو به فاکت های بسیار جدی رو به پرونده، به این پرونده اضافه کرد و طبیعتا دادگاه هم با به استناد چنین شهادت هایی بود که هم قبل از دستگیری همین نوری، سالیان قبل از اون در واقع همین نوری معرفی کرده بودن، جنایت ها جرامش رو گفته بودن در کتاباشون، در مصاحبه هاشون و بعد از اون هم در خود دادگاه هم حضوری اومدن و دیگه از جزئیات رو با سوال و جواب های متعدد و مختلفی که دادستان و وکلای دو طرف و هم وکیلای همین نوری همه میکردن به همین ها جواب دادن. در واقع دادگاه به اقناع رسید در نهایت که اولا این شخص خودش همین شخص همین نوریه، چون همین نوری اصلا میگفت من اون نیستم، یکی دیگه است. تلاش شد بگه دو نفره. آره، بعد بگه که اصلا من زندان گوهردش نبودم، اصلا اون زمان من نیدم واقعا مطالی که آدم وقتی میخواد بگه خندش میگیره که من نم زنم میخواست زایمان کنی، رفته بودم مرخصی بودم، تاریخ تولد دخترم همون زمانه، از این حرفای در واقع یاوه هایی که خب طبیعتا وقتی که اگر این شهادت های قاطع نبود طبعا این حرفا هم میتونست یه جایی پیدا کنه، ولی مطلقا جا پیدا نکرد، یعنی حتی در حد ذکر هم بعضیاش جا پیدا نکرد که مثلا توی حکم خیلی اصلا مطرح هم بشه. بنابراین شهادت آقای محمود رویایی و بقیه برادران و خواهرانمون که به خصوص از اشرف سه شهادت دادن، پایه های این جنایت رو توسط که همین نوری و کل جنایت رو در واقع کل قتل عام رو به خصوص حالا توی
گوهردش مستحکم کرد، یعنی تونست ساختار این جنایت رو در ابعاد مختلف ریز 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 در واقع این به اصطلاح دستگاه رو با جزئیاتش بیان بکنه و به نظرم تصویر جامعی و کاملی به دادگاه داد. حالا علاوه بر این که یک دونه تصویر مادی هم از همین آقای رویایی و بقیه برادرانی که همون زمان تو گوهردش بودن در واقع یک ماکتی درست کردن از زندان گوهردش که با جزئیات همه جاهای اون زندان رو، طبقات مختلفش و بخشای مختلفش و قسمت‌های مختلفش رو توضیح داده بود که در واقع بسیار عینی کرد برای دادگاه که وقتی میگه زندان گوهردش یعنی چی. بنابراین چه در محتوا چه در شکل در واقع شهادت افرادی مثل محمود رویایی بسیار بسیار مؤثر بود در پیشرفت این پرونده به سمت محکومیت همین نوری، که من قاطعانه میتونم بگم که اگر اون بچه ها به این ترتیب وارد این کیس نمیشدن به هر دلیلی و نمیتونستن وارد شن، خب طبیعی بود که مسیر دیگه میره، میتونست مسیر دیگه بره و همون مسیری که رژیم براش ریخته بود میتونست اون مسیر رو طی بکنه. بله آقای زاهدی، حالا میشه لطفا بپردازیم به خود دادگاه استیناف و برامون بگین که موضوع یا مسئله اصلی که توی دادگاه استیناف بررسی شد چی بود؟ بله، عرض شد خدمت شما که دادگاه استیناف اولا به لحاظ فرم تفاوت جدی میکرد با دادگاه بدوی. در دادگاه بدوی خب همه شهود حضور داشتن، وکلا حضور داشتن، شاکیان حضور داشتن، بعد دادستانا حضور داشتن، وکلای حمید نوری، خود حمید نوری حضور داشت، همه حضور داشتن دیگه. بنابراین دادگاه زنده با همه اینها به اصطلاح حرف میزد و شهادتشون رو میشنید و سوال جواب میکرد. دادگاه استیناف در سوئد به این ترتیب بود. این دادگاه استیناف، من نمیدونم که همه دادگاه استیناف سوئد اینجور هست یا نیست، ولی این دادگاه اینجوری بود. این دادگاه در واقع از اول همه رو مجدد نشنید، بلکه در واقع کارشو گذاشت که همونا رو که در دادگاه بدوی صورت گرفته دقیق ویدئوی اونا رو همه رو نگاه کنه. همونا رو ضبط کرده بودن به دقت جزء به جزء هر روز و اونا رو گذاشتن و روز به روز اینا رو نگاه کردن. بنابراین دادگاه وقایع رو به قول معروف فاکت ها رو، همون فاکت هایی رو به دقت دید که در دادگاه اول بیان شده بوده و فکرم میکنم که همونا وافی و کافی بود. اما علاوه بر این در واقع هم در آغاز دادگاه، شروع دادگاه که در ژانویه همین امسال، در واقع در ژانویه سال 2023 بود و تا پایانش که در واقع در نوامبر 2023 بود، هم در آغازش هم در پایانش چند روز، در واقع بیش از یک هفته 10 روز جلسات علنی کامل برگزار کرد که در واقع اون جلسات اول برای بود که دادگاه رو شروع بکنه با آدمای زنده، با همین وکلا و دادستانا و البته شاهدان دیگه به اون شکل شرکت نداشتن، خیلی محدود بود، اما دادستان و متهم و بعد وکلا اینا شرکت داشتن. در بین این چندین ماه هم که این اونا در واقع میرفتن همون دادگاه ها رو نگاه میکردن، فواصل رو تعیین کرده بودن. در این فواصل یک روز دادگاه علنی میشد و تو اون یک روز وکلای اگر حرفی در مورد اون مطالبی که در اون مقطع زمانی اونا میدیدن داشتن، مجدد به دادگاه ارائه میکردن. بنابراین میشه گفت که این دادگاه دوبار به نوعی برگزار شد، همه این حقایق رو، همه این فاکت ها رو، همه این مسائل رو به نوعی دید و ازش اطلاع پیدا کرد و مورد تحقیق و بررسی قرار داد. این یک مسئله. یک مسئله دیگه که شما پرسیدین، مسئله اصلی، خب مسئله اصلی دادگاه همواره اینه که به اصطلاح اثبات بکنه که اون یا روند دادگاه این است که به این نتیجه برسه که آیا اون فردی که متهم شده فی‌الواقع این جرم مرتکب شده یا نشده. بله، این مسئله اصلی هر کیسی است، کیس جزاییه، چون کیس جزایی دو طرف داره، یک طرف متهمه، یک طرف دادستان هستن، دادستانه. بله. بقیه افراد به نوعی طرف یکی این دوتان، یعنی مثلا همه شاکی‌ها و همه شاهدان این کیس، همه در واقع در اساس کسایی بودن که میخواستن بگن که حرف دادستان درسته، این شاهدان و شاکیانی که توی این دادگاه شهادت دادن. بله. یعنی منظورم قربانیان رژیم آخوندی. بنابراین کیس بین این دو طرف جریان پیدا میکنه و هدف همین هست. اصل موضوع این هست. اصل منظر دادگاه. بله. اما در جریان این دادگاه یک سری وقایع اتفاق افتاد که به نظرم اون مسئله اصلی کم 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 خودشو نشون داد. مسئله اصلی این بود که خب حالا
بیشتر با صحبت کرد البته، ولی فکر میکنم این بود که دادگاه یه مقدار تردید کرده بود این دادگاه استیناف در نحوه چینش حقوقی دادگاه اول. به عبارت دیگه یعنی که دستگاهی که دستگاه حقوقی، چون مهمترین مسئله این، البته همه مسائلش مهم بود، شهادت ها مهم بود، شکایت ها مهم بود، حضور تعداد زیاد مهم بود، اون حضور نیروهایی که خانواده های قتل عام شدگان بود همه مهم بود، ولی تا اونجایی که به اصطلاح به جوهر کیس برمیگرده، مهمترین موضوع جوهر کیس همواره جوهر حقوقی کیسه. یعنی طبقه بندی جرم باید، یعنی اینکه به هر حال این کیس رو چجور باید تبیین حقوقی کرد. بله. یعنی فرض کنید که از آغاز همونجور گفتم نسل‌کشی رو کنار گذاشته بودن، بنابراین دادسرای سوئد نپذیرفته بود داستان کل سوئد. داستان کل سوئد وقت میگیم یعنی به نوعی دولت سوئد، چون یک اجازه ای باید بگیره دولت برای اینکه این کیس بین المللی برگزار بشه. این کیس فرق میکنه با یک قتلی که تو سوئد صورت گرفته. یه قتلی که تو سوئد صورت میگیره، خب یک داستان میاد دست میگیره، بعد تحقیقات میکنه، بعد میره دادگاه، رسیدگی میکنن، طرفو محکوم میکنن یا تبرئه میکنن. ولی این کیس بین المللیه، کیسی مربوط به کشور دیگه است، بنابراین مقولات سیاسی دیپلماتیک درش دخیله. به همین خاطر دولت باید تصمیم بگیره، بعد ضمناً دولت باید هزینه کنه برای کیسی که مربوط به جای دیگه است، هزینه نسبتاً کلان هم باید بکنه، البته نه در مقیاس دولتی، ولی به هر حال هزینه چندین میلیون مثلا دلاره، شاید هم چند ده میلیون، الان من ارزیابی دقیق ندارم، ولی به هر حال هزینه باید بکنه برای این کیس. خب برای این کار بکنه دولت باید تصمیم بگیره، برای اینکه تصمیم بگیره باید به یک نوع اقناع برسه که این کار درسته. حالا دادستان کل سوئد نپذیرفت که این کیس نسل‌کشیه، یعنی دولت تمایلی به این نداشت. چرا را الان میذاریم کنار که چرا نداشت. بعد اومدن که چی هست پس این کیس. بعد گفتم که خب به لحاظ طبیعت جنایتی که صورت گرفته خیلی راحت این جنایت علیه بشریته، یک ترم، یک اصطلاح حقوقیه، به اصطلاح یک مفهوم حقوقیه که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده، جنایت علیه بشریت تعریفش هم شده در متون حقوقی بین المللی به دقت تعریف شده. اما دولت کشور سوئد نمیتونست این کار رو بکنه. چرا؟ برای اینکه در اونجا اصلا مفهوم جنایت علیه بشریت از سال 2014 وارد قوانین سوئد شده، قبلش نبوده، پس اونم نیست. چیزی که از جنایت های بین المللی میمونه در واقع در اساس چند تا چیزه. در اساس یکی میشه جنایت جنگی، یکی هم میشه در واقع شکنجه و بعد ناپدید شدن اجباری، که اونا میره تو همین جنایت علیه بشریت، ولی به هر حال روی جنایت جنگی اینا موندن که حالا اینو باید یه توضیح داد که چرا این کار کردن. خب در مورد جنایت جنگی بحث این بود که آیا جنایت جنگی از چه جنگی، کدوم جنگ، این جنایت جنگی اصلا چرا جنایت جنگیه؟ مثلا مگه که این بچه‌ها که تو زندان بودن، مگه اینا تو جنگ بودن، مگه جنایت جنگی باشه؟ مگه اینا اسیر جنگی بودن که نبودن که، پس به چه دلیل جنایت جنگیه؟ خب به هر حال تصمیم گرفتن که این جنایت جنگیه. وقتی تصمیم گرفتن جنایت جنگیه، گفتن که ارتباط داره این با جنگ ایران عراق، چون مجاهدین در عراق بودن، چون از عراق اومدن به ایران حمله کردن، چون عملیات کردن، عملیات آفتاب بوده، چلچراغ بوده، فروغ جاویدان بوده، پس بنابراین خمینی به این خاطر گفته که مجاهدین تو زندان باید اعدام بشن. پس یک ارتباط ایجاد کردن بین این جنایت و جنگ ایران عراق. حالا من الان وارد جزئیاتش نمیشم، چون واقعا جزئیاتش خیلی خیلی زیاده. بله. اما همینجا میپردازم دادگاه، سوالی که شما کردید، دادگاه استیناف. دادگاه استیناف تردید کرد در این که این جنایت ارتباط داشته باشه با جنگ ایران و عراق، به طور مشخص تردید کرد که این جنایت ارتباط داشته باشه با عملیات فروغ جاویدان، و این رو طی یک سوال از دادستان سوال کرد، گفت آیا واقعا شما نظرتون هنوزم همینه که اگر این ارتباط وجود نداشته باشه، اینجوری سوال کرد که اگر این ارتباط وجود داشته باشه حبیب نوری با تبرئه بشه، چون دادگاه بدوی اینو گفته بود. دادستان وقتی پاسخ داد گفت که نه، ما نظر ما این نیست، نظر ما این هست که هم میتونه این جنایت جنگی مربوط به جنگ بین المللی باشه، یعنی جنگ عراق،
هم میتونه مربوط به جنگ غیر بین المللی باشه، یعنی که عبارت است از جنگ بین مجاهدین و رژیم. این تفاوتش اینه، حالا داخلی و بین المللیشو بعداً بیشتر توضیح بدیم. بنابراین این موضوع بعدم اضافه کرد، از نظر ما یعنی نظر دادستانی سوئد، دادستانی دادگاه، دادگاه بدوی در این زمینه اشتباه کرده است. پس نگاه کنید، یک مسئله این وسط چی شد؟ ظاهر شد. بله. که دادستانی به قول بخوایم به بیان به اصطلاح غیر حقوقی بگیم، با دادگاه بدوی زاویه داشته، اختلاف داشته، ولی دادگاه بدوی یک مسیر دیگه رو رفته، یعنی مسیر به قول معروف مونیستی جنگ بین المللی رفته، در صورتی که نظر دادستانی این نبوده. دادگاه استیناف هم سوال میکنه اینجا، بر چی سوال کرده؟ دادگاه چیز دیگه سوال نکرد، فقط راجبه موضوع سوال کرد. پس معلوم میشه که من تفسیر من اینه، ممکن من اشتباه کنم، ولی تفسیر من اینه که وقتی در این مورد فقط سوال میکنه، یعنی براش این موضوع یقینی نیست، زیر سواله، به همین خاطرم سوال میکنه. بله. به این ترتیب این موضوع به نوعی تبدیل شد به موضوع بسیار جدی دادگاه استیناف، تا اونجایی که به عنصر حقوقی کیس برمیگرده. من الان دارم فقط در چارچوب به اصطلاح مضمون حقوقی کیس بحث میکنم، نه مضمون سیاسیش، نه مضمون اجتماعیش، نه مضمون مضامین دیگه‌اش، نه به اصطلاح جوهر حقوقی این کیس. به این ترتیب اگر بخوایم بگیم که مسئله اصلی چی شد، این شد. به همین دلیلم آدم ممکنه تعجب کنه، میبینیم که کنت رویس در واقع متمرکز شد روی همین موضوع در پایان دادگاه و بعدم یک روز کامل بهش وقت دادن. نمیدونم من تونستم. بله دقیقاً. یه مقدار توضیح بدم. شما خیلی خوب پروسه رو توضیح دادین که چطور از دادگاه بدوی به دادگاه استیناف چه صورت مسئله رو خود دادستانی کل روی میز گذاشت و دادگاه بدوی هم قبول کرد که مطمئن نیست به اینکه این تشخیص در مورد اینکه دادگاه استیناف در واقع دادگاه بدوی که تموم شده، دادگاه استیناف مطمئن نیست که این حرف و این نتیجه گیری به نظر حداقل فهمی که آدم ازش داره، یه فهم منطقی. بله. اینه که دادگاه استیناف تردید داشت نسبت به درستی و من خاطرم سوال کرد. بله. پاسخ اونم در واقع تایید بود که این تردید به طور جد وجود داره و به همین دلیلم دفاعیات آقای کنت لوئیس هم متمرکز بود روی همین موضوع. بله. بسیار عالی، برمیگردیم.